با درود به همه شرکت کنندگان، چه از نورث کارولینا چه ایالات دیگه، مخصوصا چند نفر از کالیفرنیا با ما جان کردم. من به همه شما خوش آمد میگم. دوست دارم که از آقای امومیان، نازی خانم، کانون ایرانیان رالی، دانشجویان دو که از من دعوت کردن تشکر کنم و ضمناً سپاس فراوان از دوستانی که امشب با من همراهی میکنن: خانم ملی رفیزاده، مینو محبی، خاله برزگر، آقای دکتر طاهری برزگر و آقای محبی. غرض مطالعه از شاعران مشروطه اطلاع از عقاید اونا هست که این شاعران از گروه های مختلفی بودن، بگراند های مختلفی داشتن، ولی اکثر آرزوهاشون با سلطنت پهلوی به ثمر رسید و بد و خوب این عقاید کاری نداریم، اما مقایسه این اشعار با اشعار زمان ما نشان دهنده افکار مردم و خواسته اونان در حکومت رو میتونیم ببینیم. امروز درباره ایرج میرزا صحبت میکنیم، ملقب به جلال الملک و فخر الشعرا، از جمله شاعران برجسته ایرانی اواخر دوره قاجار در عصر مشروطیت و یک چند ماهی اوایل دوره پهلوی و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی است. او فرزند صدرالشعرا غلام حسین میرزا، نوه ایرج، پسر فتحعلی‌شاه و نتیجه فتحعلی‌شاه قاجار است که در سال پاییز 1252 یا 1253 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. تحصیلاتش را در مدرسه دارالفنون تبریز انجام داد و در همان مدرسه هم مقدمات عربی و فرانسه را آموخت. شعرهای او در قالب‌های گوناگون سروده شده، اشعارش ساده و روانه و گاه در اونا به ویژه اشعار اثرگذارش واژه‌ها و گفتارهای عامیانه را میتونیم ببینیم. ایرج میرزا به زبان‌های فارسی، ترکی، آذربایجانی، عربی و فرانسه تسلط داشت و روسی هم میدونست. خط نسلیقش هم خیلی خوب بود. وقتی امیر نظام گروسی مدرسه مظفریه رو در تبریز تأسیس کرد، ایرج میرزا معاون اون مدرسه رو در دست گرفت و در این سم مدیر ماهنامه ورقه، نخستین نشریه دانشجویی تبریز رو به عهده گرفت. 15 سالش بود که ازدواج کرد، ولی در 19 سالگی هم پدرش و هم همسرش رو از دست داد و اداره خانه به عهده او افتاد. در این زمان امیر نظام گروسی به او لقب فخر الشعرا را داد که به عنوان شاعر در دستگاه ولیعهد برای عیدها و مراسم رسمی شعر می سرود. اما ایرج میرزا از داشتن لقب شاعری خوشنود نبود و این شعر رو در شعری اینطور بیان میکنه: صدرا و امیرا، ببخشید، صدرا و وزیرا و بلند اختر امیرا، صدرالوزرایی و امیرالامرایی، فخر و شعرا خواندی در عید عزیزم، دیدی چو مرا داعیه معسرایی، چونان که نکردم از بی لقبی آر، فخری نکنم نیز به فخر و شعرایی، نز با لقبی بوی و بهایم بفزودی، نه بی لقبی کاز من بوی و بهایی، از شاعری و شعر بری باشم و خواهم، در سلک ادیبان لقبم لطف نمایی. و به خاطر همین که از سرودن مدیحه درباره بیزار بود، خیلی طولی نکشید که از این شغل خارج شد و پیشه منشیگری و دبیری رو به عهده گرفت و به مشاغل دولتی مختلفی رو آورد. اولین کارش در خدمت در گمرک کرمانشاه بود و بعدم که در اونجا به سمت مترجم کار میکرد و بعد در گمرک سنندج به عنوان رئیس صندوق پست و گمرک کردستان مشغول کار شد. ولی در این ماموریت‌ها زیاد نتونست
دوام بیاره به خاطر اختلاف نظری که با مامورین گمرک بلژیکی گمرک پیدا کرد، از خدمت گمرک کناره گرفت و به تهران برگشت. این سال 1284 شمسی بود. ورود ایرج به تهران مقارن بود با سالهای پرشور انقلاب مشروطه. دکتر مهدی ملکزاده نام جلال الملک ایرج را جزو چهار نفر متحسنین شاه عبدالعظیم در سال 1284 آورده و اضافه کرده که این چهار نفر وقتی شنیدن که علما میخوان با این دوله سازش کنن، هم قسم شدن که اگر طباطبایی و بهبهانی از در سازش در بیان اونا را بکشن. من در صحبتی که درباره مشروطه کردم به این مسئله تحسن در شاه عبدالعظیم به وسیله مشروطه خواهان صحبت شد. در سال 1285 سنی و دوله کارگردان مهم مجلس اول و وزیر مالیه ایران بود. با مساعدت او ایرج به وزارت معارف منتقل شد و در دبیرخانه اون وزارتخانه را تأسیس کرد. تا سال 1290 که سنی و دوله کشته شد در این شغل باقی ماند. بعد به مشاغل مختلف دولتی دیگری در از جمله در وزارت کشور با سمت فرماندار آباده و معاون استانداری اصفهان خدمت کرد. وحید دستگردی تفصیل این ماموریت رو از قول خود شاه اینطور آورده: در زمان حکومت مشترک سردار جنگ و سردار ظفر بختیاری به معاونت حکومت اصفهان منصوب شدم. هر دو حکران ظاهرا نسبت به من احترام فوق العاده قائل بودند. من چهار روز در دفتر حکومتی کار کردم. شبی سردار ظفر مرا نزد خود خواست و گفت بیا ببینم چقدر پول گرد اومده. از این سوال متعجب شده پرسیدم چه پولی و از کجا؟ حکمران فرمود معاون حکومت اصفهان باید روزی 1000 تومان به من برسونه. به پاسخ گفتم این کار از دست من ساخته نیست. گفت پس معلوم می شود که شما میل ندارید معاون اداره حکومتی اصفهان باشید. من دیگر به دفتر حکومتی نرفتم و بعد از چند روز اقامت در اصفهان وجه قرض کرده و به تهران آمدم. ایرج در مثنوی انقلاب ادبی در جایی که از داستان مهاجرت سخن میگه، مدعی که خودش در اون حادثه تاریخی شرکت داشته و جز گروه مهاجران بوده. اگه یادتون باشه گفتیم که در جنگ جهانی اول روسیه حمله کرد به ایران و تا نزدیکای اصفهان رسید، ببخشید تهران رسید، و یه تعدادی از سران وزیرا و وکیلا تصمیم گرفتن که مهاجرت کنن و رفتن اول به قم و بعد به کرمانشاه رفتن. ایرج میگه لیک از آن ترس که محصور شوند بود لازم که ذره دور شوند. لاجرم روی نهادن به قم یک یک و ده ده و صد صد مردم. من هم از جمله ایشان بودم، جز آن جمع پریشان بودم. من هم از درد وطن با رفقا می روم لیک ندانم به کجا. در همون سال 1295 بود که فرزند ارشدش جعفر کلی میزا به علت نامعلومی در روی خاکیز خندق درباز دولت با اسلحه کمری خودکشی کرد و زندگی رو بر شاعر تلخ کرد. ایرج هم مثل پدرش صدر شعرا گاهگاهی دچار فقر و دنگ دستی می شد و به خاطر همین هم همفکری و همدردی با توی دستان و روی اعتراض به نابرابری های اجتماعی در او زنده بود. شعر کارگر و کارفرما از همین فکر سرچشمه می گیره. به او کارگر و همردیف کارفرما می دونه و از کبر کارفرما انتقاد می کنه. شنیدم کارفرمایی نظر کرد ز روی کبر و نخوت کارگر را. روان کارگر از وی بیازرد که بس کوتاه دانست این نظر را. بگفت ای گنجور این نخوت از چیست؟ چون مزد رنج بخشی رنج بر را. من از آن رنج برگشتم که دیگر نبینم روی کبر گنجور را.
تو از من زور خواهی، من ز تو زر، چه منت داشت باید یکدیگر را. زنی یک بیل اگر چون من در این خاک، بگیری با دو دست خود کمر را. نهال سعی بنشانم در این باغ، که بی منت از آن چینم ثمر را. ز من زور و ز تو زر، این به آن در، کجا باقیز جاه عجب و بتر را. فشانم از جبین گوهر در این خاک، ستانم از تو پاداش هنر را. نه باقی دارد این دفتر نه فاضل، گوهر دادی و پس دادم گبر را. به کس چون رایگان چیزی نبخشند، چه کبر است این خداوندان زر را. چرا به یکدیگر منت گذارند، چون محتاجند مردم یکدیگر را. کسایی که از نزدیک با ایرج رفت آمد داشتند گفتند که او در زندگی روزمره یه مرد متین و موقری بوده و در جمع و لفظ قلم سخن میگفت، اما وقتی که در محافل خصوصی و در میان دوستانش بود، این حریم از به کلی از بین میرفت و به بزلگویی مبدل میشد. آثار اونو میتونیم به دو بخش پیش و بعد از مشروطه تقسیم بکنیم. اشعار پیش از مشروطه که محصول دوره جوانی اومه، بیشتر قصایدی در ستایش رجال زمان و بزرگان قاجاره. بخش بزرگی از این اشعار ایرج امروزه در دست نیست و احتمالا خود شاعر نمیخواسته که بمونه. اما اشعار دوره بعد از مشروطه ایرج که بیشتر به انتقادهای اجتماعی در قالب مضامین بکر اختصاص داره، دارای اعتبار بیشتری هست. بخشی از آثار منظوم او در پاسخ به مسابقات ادبی انجمنهای شعرا یا نشریات معتبر ادبی بوده، مثلا خطه دل مادر در پاسخ به مطبوعه مجله ایران شرق سروده شده، خطه هدیه عاشق که درباره گل فراموشم نکنه یکی از قصه های اروپایی که ترجمه شده بود در روزنامه اقدام و از شاعرها خواسته بودند که اونو به شعر در بیارن. تعدادی از شاعرها شرکت میکنن و ایرج میبره. من این شعر رو براتون میخوانم. عاشقی مهنت بسیار کشید، تا لب دجله به معشوقه رسید. نشده از گل رویش سیرا، که فلک دست گلی داد به آب. نازنین چشم به شب دوخته بود، فارغ از عاشق دل سوخته بود. دل در روی شت آمد به شتا، نوگلی چون گل رویش شادا. گفت به به چه گل رعنایی، لایق دست من زیبایی. حیف از این گل که برد آب او را، کند از منظره نایاب او را. زین سخن عاشق معشوق پرست، جست در آب چو ماهی از شست. خوانده بود این مثل آن مایه ناز، که نکویی کن و در آب انداز. خواست آزاد کند از بندش، اسم گل برد و در آب افکندش. باریان عاشق بیچاره چو بد، دست و بار دل به دریا زد و افتاد به شد. دید آبیز فراوان و درست، به نشاط آمد و دست از جان شست. دست و پایی زد و گل را بره بود، سوی دلدارش پرتاب نمود. گفت که آفت جان سنبول تو، ما که رفتیم بگیر این گل تو. بکنش زیب سر ای دل بر من، یاد آبی که گذشت از سر من. جز برای دل من گوش مکن، عاشق خیش فراموش نکن. خود ندانست مگر عاشق ما، که زخوبان نتوانست خواد وفا. عاشقان را همه گر آب برد، خوب رویان همه را در خواب برد. جالبی این شعر اینه که ضرب المثل های ایرانی رو طوری در شعر جا داده که به نظر میاد خود ایرج این مثل ها را به وجود آورده. ایرج میرزا در جوانی اشعار متعددی در مدح سران دین سروده که اعتقاد مدینی اونو نشان میداده، اما بعدها در اواسط اون طریقه طبیعی مشربی رو انتخاب کرد و به بهشت و جهنم و آخرت معتقد نبود و وفای نفس رو انکار میکرد. این شاعر برخی از عقب‌ماندگی
کشور رو سبب عمل گروهی از روحانیان و روزخانان میدونست. ایرج قصیده ای در حجب شیخ فضل‌الله نوری داره که در سال 1986 وقتی که شیخ در حضرت عبدالعظیم بس نشسته بوده اینو سروده. من چند تا از کلمه رو اول براتون معنی میکنم بعد شعر رو میخونم. دگنگ یعنی چماق زرین و مرصعیه که در قدیم مامورین تشریفات دربار به دست میگرفتن. نعلین که میدونین کفشه و بعد چوسک هم کفش چرمی سبک با کف یکلا هست و هنک هم عمامه روزخانان هست. حجت الاسلام کتک میزند بر سر و مغز دگنگ میزند، گر نرسد بر دگنگ دست او دست به نعلین و چسک میزند. این دو سه گر هیچ کدامش نشد با هنک و تحت هنک میزند، گر کمکت رستم دستان بود هم به تو و هم به کمک میزند. ور بکند پا به میانی فلک چوب به پاهای فلک میزند. چکزن سختی بود این پهلوان ملتفتش باش که چک میزند. چون ببرد دست به سیخ کباب بر جگر ریش نمک میزند. مختصراً هر شب در جوق پارک یارو صد جور کلک میزند. حالا در حضرت عبدالعظیم شیخ در دوزو کلک میزند. انشاءالله دو روز دیگر خیمه از آنجا به درک میزند. من اش اگر کس نکند بیریا دست تصرف به فدک میزند. وان جگر نازکش از بحر پول روزی صد مرتبه لک میزند. مجلس شوراست که با دست حق سیم بدان را به محک میزند. در مورد تحسن شیخ فضل‌الله در حضرت عبدالعظیم هم باز در سخنرانی مشروطه صحبت کردیم. در شعر بعدی اون هم از دستار میترسه و هم از شاهنشاه بیدین و داری که داره، که احتمالاً منظورش محمد علی شاه هست در زمان استبداد صغیر. زیاران آنقدر بد دیدم که از یار میترسم، به بیکاری چنان کو کردم که از کار میترسم. شاپویی ها خطرناکند و ترسیدن از آن واجب، ولی با این خطرناکی من از دستار میترسم. نه از مار و نه از کجدم، نه از این پیمان شکن مردم، از آن شاهنشه بیدین خلقازار میترسم. نمیترسم نه از مار و نه از شیطان نه از جادو، غم خود را به یک سو هشته غم خار میترسم. چو بی اسرار کار از دست مردم بر نمی آید، چه کار آید ز دست من که از اسرار میترسم. فراوان گفتنی ها هست و باید گفتنش، اما چه سازم دور دیگر است از دار میترسم. یه شعر دیگه داره که میگه هر وعده که دادن به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتن غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردن، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود. رندان به چپاول سر این سفره نشستن، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتن چنین و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ما، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. ایرج انتقاد زیادی داره از روحانیان و همینطور در مورد مردمی که از دوزخ میترسن و به وسیله روحانیانی که اونا را میترسنن. به قدر فهم تو کردن وصف دوزخ را، که مار هفت سر و عقرب دو سر دارد. خدای خواهد اگر بنده را عذاب کند، ز مار و عقرب و آتش گزنده تر دارد. از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر اقل 200 نفر روزخان خر دارد. 200 دیگر
جنگیر و شاعر و رمان 200% از روزخان بتر دارد. شعر بهشت و دوزخ هم همین نگار رو داره. رسول دید که جمعی گسسته افکارم، به چاره خواست کشان رفقه در رقاب کند. بهشت و دوزخ آراز بحر بیم و امید، که دعوت همه بر منهج صواب کند. من از حجیم نترسم از آن که بار خدای، نه مطبخی است که در آتشم کباب کند. زمور و عقرب و آتش گزنده تر دارد، خدای خواهد اگر بنده را عذاب کند. حجیم قهر الهی است که در این عالم، تو را به خوی بد و فعل بد عقاب کند. به قدر وسعت فکر تو آن یکان یگانه یتیم، ببخشید، به قدر وسعت فکر تو آن یگانه حکیم، سخن ز دوزخ و فردوس در کتاب کنه. کتاب منظور قرآنه. برای ذوق تو شهوت پرست عبدالبر، حدیث میوه و حوریه و شراب کنند. از آن نماز که خود هیچ از آن نمیفهمی، خدا چه فایده و بهره اکتساب کند؟ تفاخری نبود مرد خدای عالم را، که چون تو ابله ای او را خدا حساب کند. اما شعر بعدی به کلی منکر خدا هم میشه. کو خدا، کیست خدا، چیست خدا؟ بی جهت بحث مکن، نیست خدا. آن که پیغمبر ما بود همین، ما عرفناک بفرمود همین. تو دگر طالب پرخاش مشو، کاسه گرم تر از آش مشو. آنچه عقل تو در آنها مات است، تو بمیری همه موهومات است. معرفناک یعنی تو رو نشناختن. عشق شیخ و خانم مینو محبی لطف کرده بر ما میخونن. مینو خانم؟ بله، سلام عرض کردم، صدای ما میاد؟ بله. ببخشید ما یکمی تکنیکال دیفیکالتی داشتیم، کامپیوتر عوض کردیم، برای همین میپرسم. سلام میکنم به همه دوستان. شعر عشق شیخ براتون میخونم. نعوذ بالله از آن قطره های دیده شیخ، چه خانه ها که از این آب کم خراب کند. شنیدم که به دریای هند جانوری است که کسب روزی با چشم اشکیاب کند. به ساحل آید و بی‌حس به روی خاک افتد، دو دیده خیره به رخسار آفتاب کند. شود ز تابش خور چشم او پر از قی و اشک، برای جلب مگس دیده پر لعاب کند. چو گشت کاسه چشمش پر از ذباب و هوام، به هم نهد مژه و سر به زیر آب کند. به آن دیده سوزنده تر ز آتش تیز، تن ذباب و دل پشه را کباب کند. چو اشک این حیوان است اشک دیده شیخ، مرو که صید تو چون پشه و ذباب کند. یه دو تا کلمه که خودم نمیدونستم پیدا کردم، ذباب و حوام بود توی این شعر، که ذباب به معنی مگس هست و حوام جمع هامی فکر کنم باشه، به معنی حشرات نیش زننده و سمی. خیلی ممنون مریم خانم، متشکر از لطفتون و اینکه منو خواستین شرکت بدین تو برنامه‌تون، و از زحماتتون هم ممنون. خواهش میکنم، خیلی ممنون که تشریف آوردین و خوندید. در شعر بعدی از درویشان انتقاد میکنه. یکیست آن بیشور درویشی که همیشه بلب بود خاموش، نکند هیچ گفتگو با کس، نه به حرف کسان نماید گوش. کارهایی کند سفیهانه، خارق عادت و مخالف هوش. مثلا در هوای گرم تموز خرقه پشم افکند بر دوش، لیک در عین سوزد سرما تن برهنه نماید از تن پوش. که تموز یعنی تابستانه. در شعر بعدی از خمه زنان انتقاد میکنه. میگه زن قهوه چه میکشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده. کشتند و گذشت و رفت و شد خاک،
خاکش علف و علف چرنده. من هم گویان یزید بد بود، لعنت به یزید بد کننده. اما دیگر این کتل متل چیست؟ وین دسته خنده آورنده. تو زینب خواهر حسینی؟ ای نر خر سبیل گنده. در جنگ 2 سال پیش دیدی شد چند کرور نفس رنده؟ از این همه کشتگان نگردید یک مو زهار چرخ کنده. در 13 قرن پیش اگر شد 72 تن ز سر فکنده، امروز چرا تو میکنی ریش؟ ای در خود 100 هزار خنده، کی کشته شود دوباره زنده؟ با نفرین تو برکشنده، باور نکنه بیا ببندیم یک شرط به صرفه برنده. 100 روز دیگر برو چه امروز، بشکاف سر و بکوف دنده. هی بر سر و ریش خود بزن گل، هی بر تن خود بمار سنده. هی گو که حسین کف ندارد، کفن ندارد، هی پاره بکن قبای جنده. و بعد میگه که اگر حسین زنده شد خرابی بر ریش من، و اگر نشد خرابی بر ریش تو. این اشعار رو ایرج در خراسان نوشت و اون را فرستاد به حضور کمال السلطنه. کمال السلطنه این اشعار را در محضر دوستان خوان و کم کم این اشعار به گوش شاهزاده که متخلص به پروانه بود رسید. و چون پروانه یه شخص مذهبی بود، 2 نفر سید خرافی را مأمور کشتن ایرج کرد. ایرج مجبور شد که بره منزل آیت الله زاده یا آقازاده بهش میگفتن در مشهد، که دوستش بود و نزدیک 1 ماه گویا خونه اون بود. و علتش همه بود که رنود خیراندیش به ایرج خبر میده و ایرج میره خونه آیت الله زاده. آیت الله زاده میگه که بنویس که این اشعار مال من نیست و یه مرثیه ای هم بنویس که این مرثیه را نوشته. البته من وقت ندارم اونو بخونم براتون. یک مقداری اشعاری نوشته که در انتقاد از تعارف موقع خداحافظی و بلند شدن پیش پای افرادی که دیرتر به مجلس میان سروده، که من باز وقت ندارم اونو بخونم. امیدوارم خودتون اگه دوست داشته باشین برین بخونید. ایرج همراه با سید اشرف الدین حسینی معروف به گیلانی، مدیر روزنامه نسیم شمال و مخبر السلطنه هدایت، از اولین شاعرانیه که شعرهایی را خاص کودکان سروده. شعرهایی مثل شوق درس خواندن، مهر مادر، کلاغ و روبا، خرس و صیادان، 2 نفر دزد خرید دزدیدن، نصیحت به فرزند، ما که اطفال این دبستانیم، داش عباس قلی خان پسری، پسر بی هنر و بی ادبی، از نمونه های این اشعاری هستند که مضمون دلنشین و جذابی رو با زبان خیلی ساده و روان مطرح می کنند. بعضی از این اشعار ترجمه قصه های ژان دولا فونتن هست که مستقیما از زبان فرانسه توسط او به فارسی برگردانده شد. و این اشعار از اولین دوره یکسانسازی کتاب‌های درسی در ایران در کتاب‌های درسی چاپ شدن. اونایی که فکر می‌کنن که به اصطلاح دیوان عشقی ببخشید ایرج رو نباید دست کودکان بدن، متوجه نیستن چقدر شعر برای کودکان نوشته شده. من یکی 2 تا سطر از اونها رو میخونم، حتما حیاتون میاد که تو دبستان یا اوایل سیکل اول دبیرستان میخوندیم اینا رو. ما که اطفال این دبستانیم، همه از خاک پاک ایرانیم، همه با هم برادر وطنیم، مهربان همچو جسم با جانیم، وطن ما به جای مادر ماست، ما گروه وطن پرستاریم، شکر داریم که از طفولیت درس حب الوطن همیخوانیم. شوق درس خواندنم هست هم بر کردگار یکتا باد، که مرا شوق درس خواندن داد، عشق آشنا کرد به چشم من به کتاب، داده توفیق خیرم از هر باب. و بالاخره عید نوروز و اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است، آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. ببخشید. با اینکه
ایرج به شاهزادگی خودش مباهات میکرد، ولی ابیاتی هم در نقد و بدگویی درباره محمد علی شاه و احمد شاه از او باقی مانده. بنابراین او فارغ از حب و بغض و تعصب بیجا، منش روشنفکری و آزاد اندیشی و پیشه خود ساخته. شعر یادآوری و خطاب به احمد شاه نوشته که اشاره ای به نیروی قزاق در تحت نظارت و اختیار روسیه، به نیروی سازمان پلیس جنوب تحت اختیار انگلیس در ایران. ایرج هم مانند دیگر وطن پرستان از دولت میخواد که این تشکیلات رو از میان برداره. این آرزو البته سالها بعد صورت اجرا و عمل به خودش گرفت. از طرفی در جنگ جهانی اول قحطی و مسئله کمبود نان از مسائل مهم اون روز بود که شاعر به اونم اشاره میکنه و از احمد شاه میخواد که به اون توجه بکنه، اگرچه احمد شاه نه تنها به این شعر توجهی نکرد، بلکه خودش به عنوان یکی از بزرگ مالکان به احتکار گندم دست زده بود. خسروا اگرچه فراموشی در طبع تو نیست، این سخنهای دلاویز فراموش مکن. نصب یک حاکم عادل را با سرعت تام، به نگهداری تبریز فراموش مکن. حالت فارس که گردیده ز تأسیس پلیس، آتش فتنه در آن تیز فراموش مکن. امر قضاک که چون امر پلیس هست و بود، عاقبت مفسدت آمیز فراموش مکن. اسم این هر دو برافکند ز شمال و ز جنوب، ز آخر کار بپرهیز و فراموش مکن. کار نان را که بود فرض و سزد لازم تر، از همه کار و همه چیز فراموش مکن. ناله بیوه زنان را ز پی نانی، آه پیران سرخیز فراموش مکن. دفع این جمع که بر رشوه خوری مشغولن، هر یکی در سر یک میز فراموش نکن. یه قطعی داره که وقتی که احمد شاه در از اروپا برمیگرده بعد از مدتی میگه که بهش میگه که آمدی خوش آمدی، ولی متوجه بودی که چقدر ما توی این مدت اذیت شدیم و من با تو آشتی نمی کنم، از همون راهی که آمدی برگرد. و بعد قطعه بعدی و در وقتیه که دوباره احمد شاه به اروپا میره و بر نمی گرده، میگه فکر شاه فتنی باید کرد، شاه ما گنده و گول و خرف است، تخت و تاج و همه را ول کرده، در هتل های اروپا معتکف است، نشود منصرف از سیر فرنگ، این همون احمد لاینصرف است. سازش روس و انگلیس. ایرج همراه ملک شعرا بهار بلندترین صدای شعر دوره مشروطه بود. او برخلاف بهار که از زاویه میهن پرستی به مشروطه نگاه میکرد، به انتقاد روابط اجتماعی میپرداخت. اشعار بعدی اشاره به قرارداد سن پترزبورگ 8 شهریور 1986 شمسی برابر با 1907 میلادی که ایران را به 3 منطقه شمالی تحت نظر روس، جنوبی تحت نظر انگلیس و منطقه بی‌طرف تقسیم می‌کرد. میگه که میگویند که انگلیس با روس عهدی بسته است تازه امسال، که در پلیتیک هم در ایران زین پس نکند هیچ احمال، افسوس که کاپیان این ملک بنشست و فارغن از اینها، که از سر میان گربه و موش برباد رود دکان بقا. وقتی در سال 1303 شمسی محمد علی شاه وفات پیدا میکنه، میگه مخور غصه بیش و کم در جهان، که تا بنگری بیش و کم فوت شد، چو بنشسته ای دم غنیمت شمار، دم آدم بده می که دم فوت شد، چه بس سوس عنصر ز دنیا رفت، چه اشخاص ثابت قدم فوت شد، نه یک نعمتی بر کسی داده بود که گویم ولی نعمتم فوت شد، نه جود و کرم داشت تا گویمش خداوند جود و کرم فوت شد، در ایران اگر زیست بی احترام، در ایتالیا محترم فوت شد، همین بس که گویم به تاریخ او محمد علی شاه هم فوت شد. حجب حاکم و در حجب قوام السلطنه نوشته که به لوامت مشغول بوده.
قوام السلطنه چندین بار نخست وزیر ایران بود و آخرین بار تو جنگ جهانی دوم بود که به روسیه رفت و قراردادی با روسیه نوشت که به اصطلاح نفت شمال رو به روسیه میده به شرطی که روسیه از ایران خارج بشه. و البته شرط این قراردادی بود که مجلس تصویبش بکنه. وقتی که برگشت ایران البته به اصرار و فشار آمریکا روسیه از خاک ایران خارج شد و همون موقع هم قوام السلطنه از وزارت خلع شد. بعضی ها میگن خودش خواسته، ولی به طور کلی شاعره اون زمان عشقی ایرج میرزا و همینطور عارف خیلی درباره قوام السلطنه و برادرش بد نوشتن، اگرچه بهار دوست صمیمیش بوده و خیلی هم کمکش میکرد. برای این شعر رو برای قوام السلطنه نوشته: این حاکم بی عرضه به ما اهل خراسان دردی نفرستاد دوان نیز نبخشید، گویند که از فرط لآمد و همه اوم در راه خدا نان به گدا نیز نبخشید، تنها نه از او خلق خدا خیر ندیدند، تقصیر کسی را به خدا نیز نبخشید. حالا به ترانه دل بسته شدن که آقای برزگر برامون میخونن گوش بدیم تا بقیه مطالب. نازی خانم، آسان دل بسته شدم، افتادم در دام خودم، بشکم دل براز دل گلایه دارم، پیه هر بهانه‌ای برود نمیگذارم. یادت باشد آن تو بود این دل که شکست، آه از عشق یادم باشد، دلتنگی تو تقدیر من است، آه از عشق، آه از عشق، غم زیبایش آتش آتش همه دریایم، عاشق ماند و دل تنهایم، آه از عشق و غم زیبایش آتش آتش دریایم، عاشق ماند و دل دریایش،
عاشق موند و دل تنهای عارف نامه از معروفترین شعر ایرج میرزا و مشهورترین منظومه های ادبیات فارسیه. شعری در قالب مثنوی در 515 بیت که در اصل در حجم عارف قزوینی سروده شده، ولی شاعر در ضمن آن به مسائل سیاسی و اجتماعی با نگاه انتقادی میپردازه. نکوهش حجاب، مخالفت با خانه‌نشینی زنان، انتقاد از سیاستمداران و فضای سیاسی کشور به اعتراض به رواج بچه‌بازی و رابطه با همجنس از مضامین دیگر این شعر است. من یک کمی نکته توضیح بدم که یه شعری داره ایرج میرزا که خیلی بی‌پرده نوشته چجوری یه پسری اومد خونه شون و با او طرف بازی کرد، اونو گول زد و بعدم شب رفت و بهش تجاوز کرد. بعضیا به این دلیل میگن که اون شاید خودش هم بچه باز بوده، ولی در اغلب شاید 7-8 تا از اشعارش از به اصطلاح بچه بازی انتقاد میکنه و به نظر میاد که اینو فقط برای پند دادن و پدرهایی که بچه هاشون رو همینطوری میارن جاهایی که ممکنه بهشون تجاوز بشه گفته شده، ولی به هر حال خواستم این نکته رو بگم. این عارفنامه هنوز هم شهرت و اعتبار خودش رو از دست نداده و با اینکه شاعر به اقتضای طبع خودش در اون از گراییده و حکایت‌های خارج از حدود افراد آورده، از نظر استحکام و بلاغت و روانی یکی از آثار درجه اول ایرج به مولود دوران پختگی طبع و کمال قریه اونه. همونطوری که گفتیم در قیام کلنر تقیخان، عارف با شور و حرارت زیادی بعد از یکی دو ماه که از این قیام گذشت به مشهد و در باغ خونی با کلنر محمد تقیخان پرسیان ملاقات کرد. البته میدونیم که ایرج هم اون موقع در خراسان بود و خیال میکرد که عارف دوستش هست و فکر میکرد که به خانهش وارد میشه. میگه که شنیدم من که عارف جانم آمد، رفیق سابق تهرانم آمد، شدم شو خوشوقت و جانی تازه کردم، نشاط و وجد بی اندازه کردم. نهادم در اتاقش تخت خوابی، چراغی، حوله‌ای، صابونی، آبی، عرق‌هایی که با دقت کشیدم و دست خود درون گنجه چیدم، مهیا کردمش قرطاس و خامه برای رفتن حمام جامه. فراوان جوجه و تیهو خریدم، دوتایی احتیاطاً سر بریدم. نشستم منتظر که از در درآید، دیدارش مرا شادان نماید. اما همونطوری که گفتیم عارف دیگه انقلابی شده بود و با شاهزاده ها و شاه مخالف و در مجالسی که ایرج رفت آمد میکرد نمی رفت. این بود که ایرج شروع کرد به نوشتن مثنوی. میگه برو عارف که واقع حرف مفتی، مگر بختی که روی از من نهفتی، مگر یاد آمد از 3 سال پیشت که بر عارض نبود آثار ریشت، مگر از منزل خود قهر کردی که منزل در کنار شهر کردی، مگر در باغ یک منظور داری نشان نجس نرگس مخمور داری، مگر نسیمتنی داری در آغوش که کردی صحبت ما را فراموش. و اینجا هست که تهمت بچه بازی به عارف میزنه و میگه اون جوونی که همراهت هست و میگه برادرزاده هم هست دوست پسرت هست و میترسی که اگر بیایی نزدیک من اونو از تو بدوزم. درست است این که طفلان گیج و گولن، سفیه و ساده و سهل و قبولن، توان با یک تبسم گولشان زد، گهی با پول و گه بی پولشان زد، ولی من جان عارف غیر آنم که نامردی کنم با دوستانم. برو مرد عزیز این سوءزن چیست؟ جنون است این که داری، سوءزن نیست. من ار چشمم بدین غایت بود شور، همانا سازدش چشم آفرین کور.
بعد اینجا چون رسید اشعار خالص پریشان شد همه اطفار مخلص که یا رب بچه بازی خود چه کار است که بر وی عارف و عامی دوچار است چرا این رس جز در ملک ما نیست وگر باشد بدین سان برملا نیست اروپایی بدان گردن فرازی نداند راه و رسم بچه بازی چو باشد ملک ایران محشر خر خر نر می سپوزد بر خر نر شنید این نکته را دارای هوشی برآورد از درون دل خروشی که تا این قوم در بند حجابند گرفتار همین شیء عجابند حجاب دختران ما غبغب پسرها را کند همخوابه شب تو بینی آن پسر شوخ است و شنگ است برای عشق ورزیدن قشنگ است نبینی خواهر بی معجرش را که تا دیوانه گردی خواهرش را چون این محجوبه آن مشهود عام است نه بر عارف نه بر عامی ملام است و بعد اینجا از دوستش پوزش میطلبه و میگه که اشعارش رو در حال مستی سروده و از اون میپرسه که چرا به مشهد اومده بیا عارف بگو چون از حالت چه بود از مشهدی گشتن خیال است تو و این آسان آسمانجا مگر شیطان به جنت میبرد را مرنج از من که امشب مست بودم و مستی با تو گستاخی نمودم چو از دیدار رویت دور ماندم تو را بیمایه و بینور خواندم بعد شروع میکنه از کلنر تعریف کردم ولی در بهترین جا خانه داری که صاحب خانه جانانه داری گوارا باد مهمانی به جانت که باشد بهتر از جان میزبانت خلیق و مهربان و راست گفتار توانا با توانایی کمازار چو دیده مرکزی ها را همه دوست خیانت کرده و برداشته مزد ز مرکز رشته طاعت بریده کمر شخصا به اصلاحات بسته یکی جاندارمری برپا نموده که دنیا را پر از غوغا نموده به هر جا یک جوانی با صلاح است در این جاندارمری تحت السلطنت صلاح هست همه با قوت و با استقامت صحیح و بنه و خوب و سلامت در آن جاندارمری کرده است تأسیس منظم مکتبی از بحر تدریس من همه شکر دهن شیرین شمایل همانطوری که میخواهد تو را دل و بعد شروع میکنه انتقاد از گوشه‌گیری و زودرنجی عارف که البته یه اشاره به عادت عارف که چندین سال بعد به گوشه نشینی همیشگیش انجام میشه تمام شد بیا عارف که ساقت سم در آورد میان لنبرت توم در آورد شنیدم سوء خلقت دبه کرده همان یک ذره را یک حبه کرده ترقی کرده ای در بد ادایی شده استی پاک مالی خولیایی ز منظر در نیایی همچه جوکی کنی با مهربانان بد سلوکی ز گل نازکترت گویند و رنجی مجمع از جای خود عارف که گنجی یکی گوید که این عارف خیالیست یکی گوید که مغزش پاک خالیست یکی بی قید و بی حالت شناسد یکی بردار و برمالت شناسد یکی گوید که آب زیر کاه هست یکی گوید که خیر این اشتباه هست یکی اصلا تو را دیوانه گوید یکی هم مثل من دیوانه جوید. یه مقداری تو اشعارش از دوستان تهرانیش به یاد دوستان تهرانی میفته و از عارف میخواد که حالشون چطوره که ما وقت نداریم بخونیم. و بعد میره بالاخره ایرج میره به کنسرت عارف. اونجا عارف میگه که یه شعری میخونه میگه چو جغد بر سر ویرانه های شاه عباس نشست عارف و لعنت به گور خاقان کرد. خاقان فتحعلی شاه هست یعنی خود فتحعلی شاه تو شعراش خودشو خاقان می نامیده و می دونیم که فتحعلی شاه جد ایرج هست ایرج بهش بر می خوره و فکر می کنه که به او بوده و اونه که تو مجلس بودن میگه که همون موقع بلند شد و گفت لعنت به گور پدر تو رفت ولی تو شعری که می نویسه از شعر عارف به صلاح انتقاد میکنه شنیدم در تئاتر باغ ملی برون انداختی هم قجر بلی تو را گفتم تا تصنیف سازی نه از شیشه امال قیف سازی کنی با شعر بد عرض کیاست غزل سازی آن هم در سیاست تا هویی مکن جانا گرازی
تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. عجب اشعار زشتی ساز کردی، عجب مشت خودت را باز کردی. برادر جان، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مردم باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد. کسانی میزنن از بحر تو دست، که مثل تو نادانند یا مست. شود شعر تو خوش بازور تحریر، چو بازور بزک روی زن پیر. به داد تو رسیده ای دل ای دل، وگرنه کار شعرت بود مشکل. اما بعد از پتل کلنر یا اشعاری رو به مثوی عارفنامه اضافه میکنه. بعد از قتل کلنر تمام دوستاشو سعی میکنن بگیرن بنزن زندان و ایرج هم فرار میشه با یه مدت زیادی، ولی این اشعار رو به عارفنامه اضافه میکنه. بیا عارف دوباره دوست کردیم، دو مغز اندر دل یک دوست کردیم. تو را من جان عارف دوست دارم، ز مهر است این که گپ پشتت بخارم. بیا تا گویمت رندانه پندی، که تا لذت بری از عمر چندی. تو این کرم سیاست چیست داری، چرا پا بر دم افعی گذاری؟ سیاست پیشه مردم حیله سازن، نمانند من و تو پاک بازن. تماما حقباز و شالتانن، به هر جا هرچه پاش افتاد آنن. به هر تغییر شکلی مستعدن، گری گهی مشروطه گاهی مستبدن. سیاست پیشگان در حل لباسند، به خوبی همدیگر را میشناسند. همه دانند زین فن سودشان چیست، به باطن مقصد و مقصودشان چیست. از این رو یکدیگر را پاس دارند، یکیشان گر بچه افتاد در آرند. من و تو زود در شرش بمانیم، که هم بی دست و هم بی دوستانیم. چون ما از جنس این مردم سواییم، نشان کین و آماج بلاییم. و بعد شروع میکنه از مردم ایران انتقاد کردن و اونا رو به سه دسته تقسیم میکنه. نمیدانی که ایران است اینجا، حراج عقل و ایمان است اینجا. نمیدانی که ایرانی چه چیز است، نمیدانی چقدر این جنس هیز است. بزرگان وطن را از حماقه، نباشد بر وطن یک جا علاقه. یکی از انگلستان پند گیرد، یکی از با روزها پیوند گیرد. به مغز جمله این فکر خسیس است، که ایران مال روس و انگلیس است. بزرگان در میان ما چنینند، از آنها کمتران کمتر از اینند. بزرگانند دزد اختیاری، ولی این دست دزد استراری. به غیر از نوکری راهی ندارند. و الا در بساط آهی ندارند. تهی دستان گرفتار معاشند، برای شام شب اندر تلاشند. از آن گویند گاهی لفظ قانون، که حرف آخر قانون بود نون. اگر داخل شوند اندر سیاست، برای شغل و کار است و ریاست. رعایا جملگی بیچارگانند، که از فقر و فدا آوارگانند. ز ظلم مالک بی جان بی دین هلاکند، به زیر پای صاحب ملک خاکند. تمام از جنس گاو و گوسفندند، نه آزادی نه قانون میپسندند. چه دانند این گروه ابله دون، که حریت چه باشد چیز قانون. بعد در آخر سال گفتیم که میگه که بزرگا همشون نوکر یا روس هن یا انگلیس، ولی یه عده هم هستن که زیر دست اونا هستن. از وزیر و وکیلا که بگذاریم، یه عده هم هستن که مجبورن به خاطر کاری که میکنن
به خاطر کاری که میکنند مجبورن که هر چی که بقیه میگن انجام بدن و اضطراری هست این کار. و یه عده هم هستن، رعیت هستن که مالکا مثل گاو و گوسفند باشن رفتار میکنن و هیچ کاری نمیتونن بکنن. میگه چو ملت این سه باشن ای نکومرد، چرا باید بکوبی آهن سرد؟ به این یک مش بلل بخشید. به این وضع از چنین ملت چه جویی؟ به این یک مشبر علت چه گویی؟ برای همچون ملت همچون مردم، نباید کرد عقل خیش تا گم. نباید برد اسم از رسم و آیین، به گوش خر نباید خوان ریاسین. تو خود گفتی که هر کس بود بیدار، در ایران می رود آخر سر دار. چرا پس می خری بر خود خطر را، گذاری زیر پای خیش سر را؟ بنابراین میگه با توجه به اینا چرا خودتو تو خطر میندازی؟ و بعد برمیگرده و میگه تجارت نیست، صنعت نیست، راه نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. در اشعار بعدی با طنز عارف میگه که تو بهتر هست که عمامه به سر بگذاری و از وزرا و وکلا تعریف کنی، چون صدات خوب هست و اشعار زیبا رو بلد هستی، غوغا به پا میکنی و هر جا که بخونی مجلست میگیره. بیا عارف بکن کاری که گویم، تو با من دوستی خیر تو جویم. اگر خواهی که کارت کار باشه، همیشه دیگه بختت یار باشه، دوزایی رو مولوی را گنده تر کن. خودت را روزخانی معتبر کن، تو ذوقت خوب و آوازت ستوده است، سوادن هم اگر کم بود بوده است. عموم روزخانان بی سوادن، تو را این موهبت تنها ندادن. احادیث مزخرف جعل میکن، خران گریه خر را نعل میکن. بزن بالای منبر زیر آواز، بیفکن شور در مجلس ز شهناز. چو اشعار نکو بسیار دانی، بگیرد مجلست هر جا که خانی. ز مشروطیت و قانون مزندم، مکن هرگز وضع مملکت زم. بزرگان چون ببینن این عجب را، که عارف بسته از تعیب لب را، کنن آجیل و ماجیل تو را کوک. نه مستحصل شوی دیگر نه مخلوق، نه دیگر حبس میبینی نه تبعید، نه دیگر باید از هر سو فراری، یعنی مجبور نیستی فرار کنی. ایرج در قیام کلن محمد تقی خان پسیان از مشاورش بود و با یکی محافظه‌کارانه دخالت در سیاست رو تا جایی تجویز میکرد که به منافع شخصی لطمه نخوره، همونطوری که دیدیم تو این شعرش هم نوشته، ولی در این حال عقاید وطن پرستانه خودش رو پنهان نمیکرد. در زمان تشییع جنازه پسیان، خطاب به سر بریده پسیان سروده و میگه با اینکه اون مرده ولی همیشه جاویده. به احترام به این سر نظر کنین ای خلق، که بی حیات ولی در حیات جاوید است. بدل به این سر بی تن شود دو روز دگر، نشان بیرق ایران که شیر و خورشید است. یه شعری هم در رسای کلنر محمد تقی خان پسیان سروده که مری خانم برامون دکلمه خواهند کرد. مری خانم، با درود به همه عزیزان و تشکر از سرکار خانم ماهوچیان، امیدوارم که بتونم حق مطلب رو در مورد این شعر ادا کنم. دلم به حال تو ای دوست داره ایران سوخت، دلم به حال تو ای دوست داره ایران سوخت، که چون شیر نری را در این کنام کنند. تمام خلق خراسان به حیرتند، اندر
که این مقاتله با تو را چه نام کنند. به چشم مردم این مملکت نباشد آب، به چشم مردم این مملکت نباشد آب، وگرنه گریه برایت علی دوام کنند. مخالفین تو سرمست باده گلرنگ، مخالفین تو سرمست باده گلرنگ، موافقین تو خون جگر به کام کنند. نظام ما فقط از همت تو دایر بود، نظام ما فقط از همت تو دایر بود، بیا ببین که چه بعد تو با نظام کنند. رسید نوبت آن که از برای خونخواهی تمام عده ژاندارمری قیام کنند. دروغ و راز همه متهم شدن به جبن، به هر وسیله ز خود دفع اتهام کنند. مرام تو همه آزادی و عدالت بود، مرام تو همه آزادی و عدالت بود، پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند. کسان که آرزوی عزت وطن دارند، کسان که آرزوی عزت وطن دارند، پس از شهادت تو آرزوی خام کنند. به جسم هیئت ژاندارمری روانی نیست، وگرنه جنبشی از بحر انتقام کنند. تو را سلامت از آن دشت کین نیاوردند، تو را سلامت از آن دشت کین نیاوردند، کنون به مدفن تو رفته و سلام کنند. پس از تو بر سر آن میزهای مهمانی پی سلامت هم استکاک جام کنند. پس از تو بر سر آن اسب ها سوار شوند، عروسوار در این کوچه ها خرام کنند. سبیل ها را تا زیر چشم تاب دهند، به قد و قامت خود افتخار تام کنند. خدا نخواسته که این مملکت شود آباد، وطن پرستان بیهوده اهتمام کنند. از این سپس همه مردان مملکت باید، از این سپس همه مردان مملکت باید برای زادن شبه تو فکر مام کنند. سزد که هرچه به هر جا وطن پرست بود، سزد که هرچه به هر جا وطن پرست بود، پس از تو تا به ابد جامعه مشک فام کنند. با تشکر. با سپاس از خانم ولی خانم که این شعر رو برامون خوند. در سال 1300 هجری شمسی روزنامه بهار به مدیریت مرحوم شیخ احمد بهار در مشهد انتشار پیدا می‌کرد و مدیر اون شعرهای بالجه خراسانی به نام داشقلو می‌سرود.
ایرج هم اشعاری را که بعد از نخست وزیری قوام السلطنه و کشته شدن کلنر سروده به این روزنامه میفرسته. میگه داش غلام مرگ تو حس کردم از اشعار تو من، آفرین گفتم بر طبع گوهر بار تو من، به خدا ماد شدم در تو در کار تو من، وصف مرکز را کس مثل تو بی پرده نگفت، رفته و دیده و سنجیده و بی پرده نگفت، غیر تو پیش کسی این همه اخبار کجاست، اگر اخبار بود جرأت اظهار کجاست، آفرین ها به ثبات و وفاداری تو، پیروی پاکرسی و رکگویی و پاداری تو، که گمان داشت که این شور به پا خواهد شد، هرچه دزده از نظمیه رها خواهد شد، دزد کت بسته رئیس الوزرا خواهد شد، دور ظلمت بدل از دور ضیا خواهد شد، مملکت باز همان آش و همان کاسه شود، لعل ما سنگ شود، لولوی ما ماسه شود، این رئیس الوزرا قابل فراشی نیست، لایق آن که تو دل بسته او باشی نیست، در بساطش به جز از مرتشی و راشی نیست، همتش جز پی اخبازی و کلاشی نیست، گر جهان را به سپاریش جهان را بخورد، بر وطن لقمه نانی شود آن را بخورد. از بیانات رئیس الوزرا با دو سه تن کرده یک رنده تئاتری و فرستاده به من، که کند دیده ابنای وطن را روشن، من هم از ساعد هم شهر بر ابنای وطن، تا بدانند چه نیکو آمنایی دارم، چه وطن خواه رئیس الوزرایی دارم. گویا میگن که داماد قوام السلطنه رئیس ژاندارمری خراسان بوده، ولی چون با دختر قوام بدرفتاری میکرده، قوام از مرکز میخواد که کسی رو به خراسان بفرستن و با پرده درمیانی ملک و شعرا بهار رقیقان پسیان به خراسان فرستاده میشه. ولی مدتی بعد داماد قوام به التماس میفته و از قوام میخواد که شغل قبلش رو به او بده، ولی قوام سلطنه نمیتونسته که از مرکز بخواد که عوضش کنه پسیان رو، چون خودش خواسته بوده که دامادش رو عوض کنن، و از طرف دیگه هم نمیتونسته به اصطلاح پسیان بگه که برو، چون میگفته از مرکز منو فرستادن. بنابراین به اصطلاح حقوق ژاندارما رو نمیده و پسیان رو به اصطلاح خب مشکل بوده براش دیگه، و تصمیم داشته که با ندادن این حقوق ژاندارما پسیان خودش خسته بشه و ول کنه بره. در همین زمان هم از مرکز سیزی ها دستور میده که قوام السلطنه رو بگیرن، پس اونو میگیره و میفرسته تهران. پسیان و 36 تا اسبش رو داغ دولتی میزنه. از طرف دو تا سلامی و صده در خواب از آبادی های مهم خراسان بودن که خراسان هستن، که قوام وقتی که حاکم خراسان بوده اونا رو به دست میاره، اونا هم از طرف پسیان ضبط میشه. ایرج میگه علت کشتن پسیان کینه ای بوده که قوام به خاطر اسبا و سلامی و صده از دست پسیان داشته. من وقت ندارم تمام این اشعار رو بخونم، اما چند تا کلمش رو، یعنی چند تا از شعرش رو میخونم براتون که به اصطلاح از زبان قوام السلطنه میگه، به صورت تئاتر هست. قوام میگه تا دو سر کردم سنگان و بلنگر باقیست، عاقل آسوده بود تا به جهان خر باقیست، میکنن حکم میکنم حکم و همه حکم مرا گوش کنن، و از شعف مصلحت خیش فراموش کنم، من به هر حیله بود مقصد خود صاف کنم، به خوانین خراسان دو تلگراف کنم، وعده از جانب شهر رتبه و الطاف کنم، دست خطی دو سه برقاین و برخواب کنم، همه دیوان صفت قوه خود جمع کنم، ریش ژاندارمری و ریشه خود قطع کنم. ایرج از جمله نخستین مردانی در ایران شناخته میشه که از جنبش های حامی حقوق زنان حمایت کرده. او چندین شعر در احترام به مادر داره، شعرهایی مثل قلب مادر، مهر مادر، از معروفترین اشعار فارسی در مورد احترام مادر هست.
مثل گویان مرا چو زاد مادر یا داد معشوق به عاشق دیمان. تصویر ایران موضوع مخالفی در برابر حجاب داشته که این موضوع رو میتونیم در راحتی در قطعه کاروانسرا مشاهده کنیم. بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ کشیدم، ارباب عمایم این خبر را از مخبر صادقی شنیدم، گفتند که با شریعتا خلق روی زن بی نقاب دیدم، آسیم سر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدم، ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مؤمنین رسیدن، این آب آورد آن یکی خاک، یک پیچ زگل برو بریدن، ناموس به قد رفته ای را با یک دو سه مشت گل خریدن، چون شرع نبی از این خطر دست طاهر برفتند و به خانه آرمیدن، قفلت شده بود و غرق وحشی چون شیر درنده می جهیدن، این است که پیش خالق و خلق طلاب علوم رو سفیدن، با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدن. این مسئله واقعا در مشهد اتفاق افتاده بوده. نکویش گفتیم که نکویش حجاب هم یک از چیزایی بود که در عارف نامه اومده بود. میگه خدایا تا که این مردان بخوابند، زنان تا که گرفتار حجابند، چرا در پرده باشد طلعت یار، خدایا زین معما پرده بردار، مگر زن در میان ما بشر نیست، مگر زن در تمیز خیر و شر نیست، چون زن خواهد که گیرد با تو پیوند، نه چادر مانعش گردد نه روبند، زنان را عصمت و عفت ضرور است، نه چادر لازم و نه چاقچور است، زن روبسته را ادراک و هوش نیست، تئاتر و رستوران ما ناموس کش نیست، اگر زن را بود آهنگ هیزی، بود یکسان تئاتر و پای دیزی، چه خوش این بیت را فرمود جامی، مهین استاد گل کل بعد از نظامی، پری رو تا به مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن در آرد. بعد در این بخش ایرج درباره زنی که سخت پابند حجاب بوده اما به عفت خودش زیاد پابند نبوده شعر سوده که یه عده روزا میگن که این داستان احتمالاً تجاوز هست، البته امروز اگر یه همچه اتفاقی بیفته تجاوز هست، ولی در اون زمان نمیتونیم بگیم تجاوز هست، چون خانومه اگر دوست نداشت توی خونه یه مردی که جوان ناشناس نمیرفت. البته این یه داستان، یه احتمالاً مثل همون داستان قبلی که درباره بچه تجاوز به بچه هست که به اصطلاح ساخته یه فکر شاعر هست. آقای دکتر طاهری حالا برامون میخونه. آقای دکتر طاهری سلام و مجدد به دوستان و با تشکر با از مریم خانم. همونطور که مریم خون گفتن این قطعه شعر در اصل یه مقداری اکسریتده و مریم خانم یه مقداری با مهارت این اشعار رو برای این جلسه، برای مجلس ما صافکاری کرده، ولی به هر حال اون تیم داخلیشو یا اصلشو هنوز حفظ کرده. بیا گویم برایت داستانی که تا تأثیر چادر را بدانی، در ایامی که صاف و ساده بودم، دم کریاس در استاده بودم، زنی بگذشت از آنجا با خش و فش، مرا اقرس نسا آمد به جنبش، ززیر بیچه دیدم قبقبش را، شدم نزد وی و کردم سلامی، که دارم با تو از جایی پیامی، پری روز این سخن قدری دو دل زیست، که پیغام آور و پیغام ده کیست، بدو گفتم که اندر شارع عام، مناسب نیست شرح و بست پیغام، قدم بگذار در دالان خانه، به رقصار از شعف بنیان خانه، پریوش رفت تا گوید چه و چون، منش بستم زبان با مکر و افسون، سماجت کردم و اصرار کردم، به فرمایید را تکرار کردم، به دستاویز آن پیغام واهی، به دالان بردمش خواهی نخواهی، چو در دالان هم آمد شد فزون بود، اتاق جنب دالان بردمش زود،
نشست آنجا به ناز و چم و خم، گرفته روی خود را سخت محکم. شگفت افسانه ای آغاز کردم، در صحبت به رویش باز کردم. گهی از زن سخن کردم گه از مرد، گهی کان زن به مرد خود چه ها کرد. گه از آلمان برو خواندم گه از روم، ولی مطلب از اول بود معلوم. مرا دل در هوای جستن کام، پری رو در خیال شرح پیغام. به نرمی گفتمش که یار دمساز، بیا این پیچه را از رخ برانداز. چرا باید تو روی از من بپوشی؟ مگر من گربه می باشم تو موشی؟ من و تو هر دو انسانیم آخر، به خلقت هر دو یکسانیم آخر. بگو بشنو ببین برخیز بنشین، تو هم مثل منی ای جان شیرین. تراکن روی زیبا آفریدن، برای دیده ما آفریدن. به باغ جان ریاهینن نسوان، به جای ورد و نسرینن نسوان. چه کم گردد ز لطف عارض گل، که بر وی بنگرد بیچار بلبل. اگر پروانه ای بر گل نشیند، گل از پروانه آسیبی نبیند. پری روز این سخن بی حد برآشفت، ز جا برجست و با تندی به من گفت. خب مریم خانم چی گفت؟ که من صورت به نامحرم کنم باز؟ برو این حرفا را دور انداز. چه لوتی ها در این شهرند، واه واه. خدا یا دور کن الله الله. به من گوید که چادر وا کن از سر. چه پر روی است این، الله اکبر. از این بازیت همین بود آرزویت، که روی من ببینی توف برویت. الهی من نبینم خیر شوهر، اگر رو وا کنم بر غیر شوهر. برو گم شو عجب بی چشم و روی، چه رو داری که با من همچو گویی. برادر شوهر من آرزو داشت، که رویم را ببیند شوم نگذاشت. من از زنهای تهرانی نباشم، از آنهایی که میدانی نباشم. برو این دام بر مرغ دگر ده، نصیحت را به مادر خواهرت ده. کنی گر قطع قطع بندم از بند، نبیدن نبیند روی من بیرون زروبم. ببخشید نیفتد روی من بیرون زروبم. چرا یک ذره در چشمت حیا نیست، به سختی مثل رویت سنگ پا نیست. چه میگویی مگر دیوانه هستی، گمان دارم عرق خوردی یا مستی. عجب گیر خری افتادم امروز، به چنگ الپری افتادم امروز. عجب پرگشته اوضاع زمانه، نمانده از مسلمانی نشانه. نمیدانی نظر بازی گناه است، زما تا قبر چار انگوش را هست. تو میگویی قیامت هم شلوغ است، تمام حرف ملاها دروغ است. تمام مجتهدها حرف مفتن، همه بیغیرت و گردن کلفتن. برو یک روز بنشین پای منبر، مسائل بشنو از ملای منبر. شب اول که ما تختت در آید، به بالینت نکیر و منکر آید. چنان کوبت به مغزت توی مرقد، که خرابی میکنی به سنگ روی مرقد. از آنقدر گفت از دین و ایمان، که جو خوردنم گشتم پشیمان. چو این دیدم لب از گفتار بستم، نشاندم باز و پهلویش نشستم. کشودم لب به عرض بیگناهی، نمودم از خطاها عذرخواهی. مکرر گفتمش با مد و تشدید، که جو خوردم غلط کردم ببخشید. دو ظرف آجیل آوردم ز تالار، خوراندم یک دو بادامش به اصرار. دوباره آهنش را نرم کردم، سرش را رفته رفته گرم کردم. دیگر اسم حجاب اصلا نبردم، ولی آهسته بازویش فشردم. یقینم بود که از رفتار این بار، بغرد همچو شیر ماده در غار. بگیرد سخت و پیچد صورتم را، لب بام آورد همسایه ام را. سر و کارم دیگر با لنگ کفش است، تنم از لنگ کفش اینک بنفش است. ولی دیدم به عکس آن ماه رخسار، تا
تهاشی میکند اما نه بسیار، تغییر میکند اما نه بسیار، تغییر میکند اما به گرمی، تشدد میکند لیکن به نرمی. از آن جوش و تغییرها که دیدم، به عاقل باش و آدم شو رسیدم. شدن دشنامهای سخت سنگین، مبدل بر جوان آرام بنشین. اینجاست که ایرج در این اشعار می نویسه که این بی‌حیا به اون زن تجاوز بکنه. چو دیدم خیر بند لیف سسته است، به دل گفتم که کار ما درست است. گشادم دست بر آن یار زیبا، چو ملا بر پل و مؤمن به حلوا. چو گل افکندمش بر روی قالی، دویدم زی اسافل از اعالی. چنان از هول گشتم دست پاچه، که دستم رفت از پاچین به پاچه. از او جفتک زدن از من تپیدن، از او پرگفتن از من کم شنیدن. دو دست او همه بر پیچهش بود، دو دست بنده در ماهی چشم. به دو گفتم تو صورت را نکوگی، که من صورت دهم کار خود از زیر. ولی چون اسمت در چهرهش بود، از اول تا به آخر چهره نکشود. دو دستی پیچه بر رخ داشت محکم، که چیزی ناید از مستوریش کم. چه خوردم سیر از آن چیرین کلوچه، حرام باد گفت و زد به کوچه. خیلی ممنون. ایرج میگه حجاب زن نادان محجوبه اینه. حجاب زن که نادان شون چنین است، زن مستوره محجوبه این است. بلی شرم و حیا در چشم باشد، چو بستی چشم باقی پشم باشد. اگر زن را بیاموزم ناموز، زند بی پرده بر بام فلک کوز. و مستوری اگر بی پرده باشد، اما بهتر که خود بی پرده باشد. بر اون آیند و با مردان بجوشم، و تحصیب خصال خود بکوشم. چوسن تعلیم دید و دانش آموخت، رواق جان به نور بینش افروخت. به هیچ افسون اسمت بر نگردد، و دریا گر بیفتد تر نگردد. چو خود بر عالمی پرتو فشاند، ولی خود از تعرض دور ماند. زن رفته کالج دیده فکلته، اگر آید به پیش تو دکلته. چو در وی عفت و آزرم بینی، تو هم در وی به چشم شرم بینی. تمنای غلط از وی محال است، خیال بد درو کردن خیال است. برو ای مرد فکر زندگی کن، نه ای خر ترک این خربندگی کن. گرفتم من که این دنیا بهشت است، بهشتی حور در لفافه زشت است. اگر زن نیست عشق اندر میان نیست، جهان بی عشق اگر باشد جهان نیست. به قربانت مگر سیری پیازی، که توی بقچه و چادر نمازی. سر و ته بسته چون در کوچه آیی، تو خانم جان نه بادم جان مایی. بدان خوبی در این چادر کریهی، به هر چیزی به جز انسان شبیهی. کجا فرمود پیغمبر به قرآن، که باید زن شود غول بیابان. کدام از آن حدیثان خبر کو، که باید زن کند خود را چلولو. تو باید زینت از مردان بپوشی، نه بر مردان کنی زینت فروشی. مگر در دهات و بین ایلات، همه روباز باشن آن جمیلات. چرا بی اسمتی در کارشان نیست، رواج عشوه در بازارشان نیست. زنان در شهرها چادر نشینن، ولی چادر نشینان غیر ایران. و هر جا زن بود هم پیشه با مرد، در اینجا مرد باید جان کند فرد. تو ای ما مشک و گل هم سنگ و هم رنگ، نمی گردد در این چادر دلت تنگ. نه آخر غنچه در سیر تکامل، شود از پرده بیرون تا شود گل. تو هم دستی بزن این پرده بردار، کمال خود به عالم کن پدی نمودار. تو هم این پرده از رخ دور می کن، در و دیوار را پر نور می کن. فدای آن سر و آن سینه باز، که هم اسمت در او جمع است هم ناز. خدایا تا به کی ساکت نشینم، من اینها جمله از چشم تو بینم. همه ذرات عالم منتر توست، تمام حقه ها زیر سر توست.
چرا پا توی کفش ما میگذاری؟ چرا دست از سر ما بر نداری؟ و دست توست وسع و تنگ دستی، تو عزت بخشی و ذلت فرستی. تو این آخوند و ملا آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی. خداوندا مگر بیکار بودی که خلق مار در بستان نمودی؟ چرا هر جا که دابی زشت دیدی برای ما مسلمانان گزیدی؟ میان مسیح و آقا چه فرق است که او در ساحل این در دجله غرق است؟ به شرع احمدی پیرایه بس نیست، زمان رفتن این خار و خس نیست. بیا از گردن ما زنگ واکن، ز زیر بار خر ملا رها کن. بعد از عقد و نگاه چشم بسته انتقاد میکنه. خدایا کی شود این خلق خسته از این عقل و نگاه چشم بسته؟ بود نزد خرد احلا و احسن، زنا کردن از ایشان از انسان زن گرفتم. بگیری زن ندیده روی او را، بری ناآزموده خوی او را. چو اسمت باشد از دیدار مانه، دگر بسته به اقبال است و تاره. بدان صورت که با تعریف بقال، خریداری کنی خربوزه کار. و یا در خانه آری هندوانه، ندانسته که شیرین است یا نه. شب اندازی به تاریکی یکی تیر، دو روز دیگر از عمرت شوی سیر. نخواهی جز چون آهو ببخشید آره نخواهی جز چون آهو از این بند، که مغز خر خوراکت بوده یک چند. در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. فقط یک وقت یک آزاده بینی، یکی چون آیت الله زاده بینی. عارف دامه مورد توجه خیلی زیادی شد و سر صدای زیادی فراانداخت. به زیادی مخصوصا روشنفکران به اون به چشم تحسین نگاه میکردن، اما گروهی هم به دلایل گوناگون به اون از در مخالفت در آمدن. بعضی اون رو مخالف عقاید مذهبی خودشون دونستن، جمعی به هواخواهی از عارف برخواستن و ایده ای هم به نوع مخالفت او با حجاب زبان به انتقاد از او سرودن. شاعران معاصر ایرج هم چند تا منظومه مفصل در انتقال از اون سرودن و ایرج میرزا به اونا جواب داد. یکی از این شاعرها امیرالشعرای نادری هست که گفت: ای شهزاده پاکیزه منظر، که اشعار تو باشد رو پرور. ز عارف هرچی بد گفتی بجا بود، که این عارف رفیقی بیوفا بود. ولی حرف حجاب ای شاهزاده، تو را عز و عشره برباد دادی. و بعد میگه اون خانمی که تو بغلت بوده تو نشناختیش، خواهرت بوده. و همینطوری که میبینی این اشعار نه از نظر پایه شعری قوی هست و نه ای که مضمون خوب و دلپسندی داره و یه قدری هم معقول و ابلهان هست، چون ایرج خواهرش رو نمیشناخت، ولی خواهرش که میتونست اون رو بشناسه نمیرفت. ایرج جوابش میده: شنیدم یاوه‌گویی هرزه‌جویی، گدایی سفله بی‌آبرویی. چو اشعار حجابم را شنیده، حجاب شرم و عفت را دریده. به قول تو زنی کندر برم بود، منش نشناختم کو خواهرم بود. گرفتم قول تو عین ثواب است، نه این هم باز تقصیر حجاب است. نباید من کرد این عادت بد، که کس نادیده بر خواهر بچسبد. نه خود این نیز هم عیب حجاب است، که خواهر از برادر کامیاب است. تمام این مفاسد از حجاب است، حجاب است آن که ایران زو خراب است. تو را هم شد حجاب اسباب این زن، که خواندی مادرت را خواهر من. اگر آن زن به سر معجر نمیزد، یقین این شبه از تو سر نمیزد. نیندیشی ای بیچاره خر، که خواهر ساز ناید با برادر. خب این تقریبا تمام عقاید ایرج بود. ایرج غیر از این داستانا یک منظومهی به نام زهره و منوچهر نوشته که مثنوی عاشقانه ای هست که برگرفته از اسطوره ونوس و آدونیس از اساطیر یونانی. شاعران و نویسنده های زیادی آثار مهمی در مورد این عشق نافرجام و تلخ سرودن.
از اون جمله هست منظومه ونوس آدونیس ویلیام شکسپیر که شعر ایرج برداشت آزادی از شکسپیر. البته ایرج تغییرات زیادی در داستان داده و با ذکر مسائل سنتی ویژه اون رو بومی کرده. مثلا آدونیس شکارچی به نظامی جوان ایرانی تبدیل شده، زهره هم که از جامعه افلاکی در اومده یه جامعه خاکیان رو بتن میکنه و مقنعه داره. و بعد وقتی که صحبت از شاهکارای خودش میکنه، زهره از خلق هنرمندانی مثل کمال الملک و پرورش قمر الملوک، دادن قلم در دست در کف دشتی و ساز به دست درویش خان صحبت میکنه که باز ما چون وقت نداریم در این باره صحبتی نمی کنیم. این زهره منوچهر محصول سالهای پایانی عمر ایرج هست و به خاطر همین ناتمام مونده و احتمالاً به وسیله سید عبدالحسین حسابی تکمیل شده. همونطوری که گفتم بعد از قتل کلنر و انتشار عارفنامه، بیشتر مردم زبان به تن و لعن ایرج گشودن و از نظام سلطنه مافی که در اون زمان والی خراسان بود تبعید او رو خواستار شدن. ولی والی به این بهانه که این اشعار از اون نیست، مردم رو از هیجان باز داشت. ولی از مهماه 1300 تا خرداد 1303 خورشیدی به اصطلاح مدت زیادی گفتم ایرج پنهان بود، فرار کرده بود، قایم شده بود تا یکی عفو عمومی دادن به خاطر کلنه. و وقتی که برگشت سر کار یک کاری بهش دادن که هیچ کاری نداشت و خودش هم توی شعری در این مورد صحبت کرده و حتی گفتن که حقوقت هم باید ما از تهران ببینیم که میتونیم حقوقت بدیم یا نه. در سال 1300 بالاخره بعد از چندین بار که نامه‌های زیادی که نوشت به مرکز، اونو به تهران خواستن و رفت اونجا که یه کاری بگیره، دوست داشت که برگرده به خراسان. اشعار و توجه ایرج به بعضی زنان باعث شد که به منظور تشویق شاعر و قدرانی از کوشش‌های او در راه ترقی زنان، میان یه گلدانی پر از گل همراه با یه قوطی سیگار از طرف شادروان دارالمعالی و ندیم الملک توسط دانش آموزان مدرسه‌شون به ایرج میرزا تقدیم کردن که ایرج اشعار دو هدیه را به این مناسبت سروده. که باز من فکر کنم دیگه وقت خیلی کم هست، اگر خواستین براتون میخونم اینجا دارم، ولی فعلا از اون بگذاریم. و بعد در روز 22 اسفند ماه 1304 خورشیدی در تهران در اثر حمله قلبی درگذشت و آرامگاه ظهیرالدوله خانه ابدی ایرج میرزا شد. قطعه‌ای که خودش برای سنگ قبر سروده را خانم حاله سایی برامون میخونم. با درود و تشکر از خانم طبیب‌زاده، ابیاتی چند بر مزار سنگ ایرج میرزا از خودش هست که خیلی جالبه. در این اشعارش به چند نکته خیلی مهم اشاره میکنه. یکی که فن خودش را اشاره میکنه و میگه فن من تو این دنیا عاشقی بوده و عاشق کسانی هم هست که روی خوش و به اصطلاح خوی نیکو دارند. و این سفارش هم میکنه که حتما ازش باید یاد بشه و امشب ما به وسیله خانم طبیب‌زاده مریم جون تونستیم از ایشون یاد بکنیم. و این شعر چنین شروع میشه: ای نکویان که در این دنیایید، یا از این بعد به دنیا آیید، این که خفته است در این خاک منم، ایرجم ایرج شیرین سخنم، مدفن عشق جهان است اینجا، یک جهان عشق نهان است اینجا، عاشقی بوده به دنیا فن من، مدفن عشق بود مدفن من، آنچه از مال جهان هستی بود، حرف عشق و طرب و مستی بود، هر که را روی خوش و خوی نکوست، مرده و زنده من عاشق اوست، من همانم که در ایام حیات،
بی شما صرف نکردم اوقات، تا مرا روح و روان در تن بود، شوق دیدار شما در من بود. بعد چون رخت ز دنیا بستم، باز در راه شما بنشستم. گرچه امروز به خاکم معواست، چشم من باز به دنبال شماست. بنشینید بر این خاک دمی، بگذارید بر خاکم قدمی، گاهی از من به سخن یاد کنید، در دل خاک دلم شاد کنید. مسلمان امشب دلشون خیلی شاد خواهد بود، چون خیلی ها از ما امشب به وسیله خانم مریم جون از ایشون یاد کردیم. سپاسگزارم. سپاس به خانم سایی و همه دوستانی که کمک کردن. بسیار عالی، برخی از دوستان و برخی از دوستان و شاعران همدوره با ایرج میرزا مثل محمد حسین شهریار و وحید دستگردی در سوک و اشعاری سرودن. قطعی که براتون میخونم قطعی یکی از دو قطعیه که ملک الشعرا بهار به یاد ایرج سروده. کوچ کردی تو آثار تو ماند، ایرجا رفتی آثار تو ماند، دل ما سوختی از این مردن، بعد عمری دل یاران بردن. ادبیات به مقدار افتاد، قلم شاعری از کار افتاد، راسی شعر سعدی شیرازی مرد، بی تو رندی و نظربازی مرد. یه بلواری رو در شهر مشهد به نام ایرج میرزا نامگذاری کرده شده بود که در سال 1388 به دلیل آنچه ادبیات مستحجن ایرج خوانده شده بود به جلال آل احمد تغییر دادن. خمرالملوک وزیری در رسای ایرج میرزا ترانه امان از این دل را در دستگاه سگا خوانده. به این ترانه با صدای آقای دکتر محبی گوش کنیم. نازی خانم، من اینو نفهمیدم چیکار کردم. امان از این دل که داد به دست شیرین عنان فرهاد، به دست شیرین عنان فرهاد. که سر به حسرت نهاد، که سر به حسرت نهاد، به کوی معشوق خویش جان داد، به کوی معشوق خویش جان داد. شده سربار مشکل من، ریزد بس از دید قطره قطره، ریزد بس از دید قطره قطره، افتاده روی دجل منزل من، افتاده روی دجل منزل من. سر به سر مانند مجنون،
ساقی به پاخیز شوری برانگیز مطرب بزن چنگ چنگی دلاویز داوود به نالم ماشک به آمیز تا اندکی احوال ما گردد گردون تا اندکی احوال ما گردد گردون ای گنج دانش ایرج کجایی در سینه خاک پنهان چرایی تا بوده در این دنیای فانی کی برده از خوبان به جز رنج و جدایی کی برده از خوبان به جز رنج و جدایی اما از این دل که دار با تشکر آقای محبی اگر سوالی دارین لطف کنین بفرمایین من در حاضرم مریم خانم مهدی فهیم هستم خیلی ممنون خیلی جالب بود واقعا لذت بردیم خیلی ممنون از زحمت های شما یه سوال کلی دارم نقش به اصطلاح موقعیت ادبی ایرج میرزا در ادبیات شعری ایران کجا قرار میگیره چه کانتریبیوشنی از نظر هم مقایسه با فرض کنیم کلاسیک حافظ و سعدی و مدرن که نیما و احمد شاملو بودن کسایی مثل ایرج میرزا در کجا قرار میگن در ادبیات شعر ایران و چه موقعیتی میشیم برش قائل بشیم با این جنبندی شما سوال خوبیه ایشون در وسط قرار میگیره یعنی شروع کرده به ساده نویسی کلمات که عوام استفاده میکنن در شعرش استفاده کرده ساده مینویسه و تقریبا شروع ادبیات جدید میتونیم باشه البته مثل نیما نیست ولی مثل سعدی و حافظ هم نیست خیلی من بعد میشه رد پای ایشون رو در شاعرهای بعدی پیدا کرد تاثیرگذار در ادبیات فارسی ایران بوده مسلماً بوده بله پیشباز ساده نویسی در شعر فارسی هست خیلی ممنون خواهش کنم سوال دیگه هست؟ اجازه میدید بنده هم یه چند کلمی صحبت کنم؟ خواهش میکنم بفرمایید هر شود که از یک منظر ایرج رو میتونیم جزء شعرهای دوره انقلاب مشروطه بدونیم شعرهای دوره انقلاب مشروطه رو به خصوص پنج نفر میدونن که یکی همون سید اشرف الدین حسینی اون کسی که مجله یا روزنامه نسیم شمال رو در می آورد یکی عارف قزوینی یکی ایرج میرزا یکی محمد فرخی یزدی و یکی میرزاده عشقی این پنج نفر رو جز شعرهای دوره انقلاب میدونن هرچند که شروع اشعار و مقالات انقلابی قبل از اینها توسط ادیب الممالک فراهانی نوشته شد و ملک الشعرای بهار ولی وقتی اینها شروع کردن اینها پرکارتر بودن و از نظر کلاسه کردن شعرها این پنج نفر رو جز شعرهای انقلاب مشروطه میدونن هرچند که انقلاب مشروطه سال 1285 به ثمر رسید و در اون زمان فرخی یزدی متولد 1268 بود یعنی 17 ساله بود یا بله و آقای میرزاده عشقی متولد 4 سال کوچکتر از اون 1274 بود که در 1303 هم ترور شد و 31 سالگی اونا بیشتر از این نظر که در دوره استبداد صغیر
و زمانی که بعد از آمدن رضا شاه اون به اصطلاح فشار پشت مردم بود و هنوز اون به طریقی استبداد صغیر و محمد علی شاه و اینا بود، اونا اون دوره فعال بودن. این 5 نفر رو جز شعرهای دوره انقلاب مشروطه کلاسه می کنن و به حساب میارن. یکی از اشعاری که خانم بهشون اشاره کرد و خانم مریم خانم که از ایرج مرزا روی زبونها هست، همون شعر قلب مادره که اون شعر رو بین شعرهای همدوره ایرج مرزا به جمله وحید دستگردی یا دستگردی، دولت آبادی، ملک و شعرهای بهار، ایرج مرزا و چند نفر دیگه به مسابقه گذاشتن که شعر مادر ایرج مرزا هرچند که دوم شد ولی بیشتر از اونها در خاطره مردم موند و شعر بسیار قشنگیه. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ، از در خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهن قلماسنگ، با نگاه غضب‌آلوده زند بر دل نازک من تیر خدنگ، مادر سنگ دلت تا زنده است شهد در کام من و توست شرنگ، نشوم یک دل و یک رنگ تو را تا نسازی دل او از خون رنگ، گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت بی خوف و درنگ، روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از این سینه تنگ، گرم و بخونین به منش بازاری تا برد زاینه قلبم زنگ، عاشق بی خرد و ناهنجار نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ، حرمت مادری از یاد ببرد مست از باده و دیوانه ز بنگ، رفت و مادر بفکندن در خاک سینه بدرید و دل آورد به چنگ، قصد سرمنزل معشوقه نمود دل مادر به کفش چون نارنگ، از قضا خورد دم در به زمین وندکی رنجه شد او را آرنج، وان دل گرم که جان داشت هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ، از زمین باز چو برخاست نمود پی برداشتن دل آهنگ، دید که از آن دل آغشته بخون آید آهسته برون این آهنگ، آه دست پسرم یافت خراش وای پای پسرم خورد به سنگ. ممنون از شما مریم خانم و برگزار کنندگان این جلسه. ممنون از خوندن این شعر زیبا. خواهش میکنم. خب بسیار عالی. مریم یه مطلب اضافه کنم. بفرمایید. شعری که من با اینکه ایرج میرزا به طور خیلی واضح از عشق و عاشقی صحبت نمی کنه، ولی در همین شعر ما دو نوع عشق را بررسی می کنیم، یکی عشق مادر به فرزند و یکی عشق به اصطلاح زن به مرد یا مرد به زن، و نشون میده که عشق در هر صورت زیبا هست ولی آنتی که عشقی که بالاتره عشق مادره، و زیبایی عشق را در هر صورت اینجا بیان میکنه بدون اینکه زیاد از استعاره بیاره، بدون اینکه تشبیهاتی در اشعارش بیاره، از طبیعت صحبت کنه. من خواستم این قسمت را اضافه کنم. زمان این شعر ترجمه هست از شعری که از فرانسه برگردونده ایرج میرزا.